مایلم از توجه همه شما به مسئله نقض حقوق بشر در میهنم ایران تشکر کنم و همچنین از تلاش های شما برای دفاع از رزمندگان آزادی ایران در شهر اشرف صمیمانه قدردانی کنم. همچنین ضروری میدونم که یاد خانم اینگرید هولسوتر که مسئول کمیته آلمانی برای همبستگی با یک ایران آزاد بود رو در اینجا گرامی بداریم. مردم و مقاومت ایران شخصیت والا و تلاش های بی‌وقفه اون زن شجاع در دفاع از مقاومت ایران، مردم ایران و شهر اشرف رو همواره به یاد خواهند داشت. من امروز در شرایطی به اینجا اومدم که موضوع ایران در قلب مسائل بین المللی قرار داره و مایلم به دو موضوع بپردازم. موضوع اول سمت و سوی تحولات در ایرانه و سوال جدی اینه که آیا چشمانداز خاتمه دیکتاتوری مذهبی وجود داره؟ آیا اپوزیسیون ایران قادر هست که تغییر رو محقق کنه؟ و موانع و عوامل کند کننده و یا تسریع کننده کدام ها هستند؟ موضوع دومی که به اون خواهم پرداخت راه حل این بحرانه. راه حل بحران ایران چیست؟ و سوال اینه که سیاست درست در غرب کدام است؟ قبل از پرداختن به این دو موضوع اجازه بدین در مقدمه اصولی رو که به طور یقینی ما مشترکم فکرم در مورد اون فکر میکنیم بهش بپردازم. این اصول مورد توافق عمومیه. به طور محوری اولا قیام سراسری مردم ایران طی 9 ماه گذشته به وضوح نشون داده که مردم ایران خواهان خاتمه دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران هستند. ثانیاً شقه در درون این رژیم، یعنی در درون رژیم ملاها، در بالاترین سطح صورت گرفته و رژیم رو در بنیان بسیار بسیار ضعیف‌تر از قبل کرده. ثالثاً افزایش سرکوب در داخل، تشدید برنامه سلاح هسته‌ای و افزایش مداخلات در عراق نشون میده که رژیم ملاها هیچ قصدی برای تغییر رفتارش و یا ایجاد رفرم نداره. برابعاً سیاست غرب و اتحادیه اروپا برای تغییر رفتار رژیم از طریق مذاکره و مماشات اشتباه بوده و تا الان به ضد خودش عمل کرده و نتیجه معکوس داشته و کانون این سیاست فاصله گرفتن از مقاومت و محدود کردن اون بوده. ما بر این باوریم که چشمانداز تغییر در ایران وجود داره و علارغم سرکوب وحشیانه رژیم نتونسته تا حالا قیام رو مهار کنه. همچنین خامنه‌ای نتونسته شقه درون رژیم رو هم بیاره و وضعیت رژیم رو به قبل سابق برگردونه. همچنین اختلافات در بالا منجر به ریزش قابل توجهی از نیروهای رژیم شده که در طی این سالیان به این نیروها متکی بوده. بر اساس اطلاعات موثق ما حتی در بدنه سپاه پاسداران که نیروی اصلی سرکوب رژیمه نشانه های تزلزل جدی مشاهده میشه. مهمتر اما بروز بیرونی پتانسیل عظیم ناشی از 30 سال اختناق مذهبی، فساد، فقر و فحشا در جریان قیام‌های 9 ماه گذشته است که منجر به فرو ریختن موقعیت ولی فقیه رژیم شده و این اون پدیده جدیده که برای مردم ایران بسیار مبارکه. بنابراین شرایط دیگر به گذشته باز نمی‌گردد و علارغم هر افت و خیزی این مسیر تا خاتمه دادن به دیکتاتوری مذهبی در ایران ادامه خواهد یافت. استمرار تظاهرات در شرایطی که رژیم از درون شقه شده حتما همه قبول دارند که تأثیرات بسیار بیشتری داره. پاسخ مثبت مردم به فراخوان رهبر مقاومت مسعود رجوی برای تبدیل جشن سنتی چهارشنبه سوری به یک حرکت اعتراضی بیانگر شکل‌گیری یک جبهه و اتفاق نظر مردمی
پیرامون راه و روش مقاومت ایران یعنی نفی تمامیت رژیم دیکتاتوری مذهبی. بله، مردم ایران رژیم دیکتاتوری مذهبی رو نمیخوان و اون رو مجدداً در این 9 ماه به اشکال مختلف نشون دادند. علی‌رغم اقتدار ظاهری رژیم، تغییر در چشم اندازه. در سالهای 1988 و حتی اوایل 1989 کمتر کسی فکر میکرد که دیوار برلین در سال 90 فرو بریزه. آیا به خاطر میاری؟ قدرت استازی، نیروی ارتش و آمادگی اونها برای سرکوب اینطور می نمود که تغییر غیر ممکنه. اما در پس اون قدرت ظاهری یک نظام فرسوده و ضعیف وجود داشت. در ایران امروز یک مقاومت سازمان یافته وجود داره. شبکه مقاومت در داخل کشور متشکل از جوانان و زنان و همچنین خانواده های 120 هزار اعدام سیاسی در ایران، 100 هزار زندانی سیاسی طی 3 دهه گذشته و همچنین نقش جدی در سازمان دادن و هدایت تظاهرات ضد حکومتی که به وسیله همه اونها الان نمودار شده. در ماهای اخیر رژیم با محکوم کردن شماری از هواداران مقاومت به اعدام، اون هم در دادگاه‌های نمایشی، به این سازمان یافتگی قیام‌ها مجدداً اعتراف کرد. یک ویژگی بارز دیگه مقاومت ایران برخورداری از 3400 فعال مقاومت در شهر اشرف در عراق. بسیاری از اونها نزدیک به 3 دهه است که دستن در کار مقاومت برای آزادی هستند. اشرف سمبل پایداری، مرکز امید و الهام بخش مردم ایران در مقاومت برای آزادیه. به همین دلیل رژیم برای نابودی اشرف از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنه و همین الان هم توطئه و فشار علیه اونها ادامه داره، اما اونها مثل این سالیان با پایداری و فداکاری تا به حال تونستن اونها رو خونسا کنن، البته با قیمتهای بسیار گزاف. و نهایتاً باید بگم که شورای ملی مقاومت به عنوان دیرپاترین ائتلاف تاریخ ایران با یک برنامه مشخص و اعلام شده چشمانداز مشخصی رو در مقابل مردم ایران و در وهله بعد جامعه بین‌المللی قرار داده. شورای ملی مقاومت ایران با اعلام 3 اصل: نفی دیکتاتوری مذهبی، پذیرش استقرار جمهوری و همچنین جدای دین از دولت، راه رو برای ورود همه نیروهای سیاسی به یک جبهه گسترده و فراگیر باز کرده. از طرف دیگه مواضع مقاومت ایران در دفاع از یک ایران غیر اتمی و همزیستی مسالمت آمیز با تمامی کشورهای جهان شاخص جدی برای سیاست مسئولانه این مقاومته که اون رو به طرف یک طرف جدی به یک طرف قابل دیالوگ و گفتگو در صحنه بین المللی تبدیل می‌کنه.